سرخط خبرها. هشدار سازمان ملل از پرچالش بودن سال 2016 میلادی برای افغانستان و نگرانی ها از فاجعه بار بودن این چالش ها. متهم شدن پاکستان به نقض پیهم تمامیت ارضی افغانستان. و کشته شدن 41 تن در یمن از اثر حملات جنگده های عربستان سعودی. با درود بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه جهانی خورشید، امروز چهارشنبه 26 اوت سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 مارچ سال 2016 میلادی. حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی با 5 مانع جدی روبرو است. نیکولاس هایسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می دهد اگر حکومت وحدت ملی در مبارزه با این آزمون ها موفق نشود، با پیامدهای خطرناک روبرو خواهد شد. آقای هایسم اقتصاد در حال رکود، رشد بیکاری، ناامنی، انتقال سیاسی، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات را از چالش های عمده دانسته و می افزاید که حفظ بقای حکومت در این سال یک آزمون مهم به شمار می رود. نیکولاس هایسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر روز سه‌شنبه با ارائه گزارشی از وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت افغانستان در سال 2016 در معرض آزمون بزرگ قرار دارد که با 5 مانع جدی روبرو می باشد. در این گزارش وضعیت افغانستان در مقایسه با گذشته نگران کننده دانسته شده و آقای هایسم هشدار می دهد که اگر حکومت وحدت ملی در رسیدگی با یکی از این موانع ناکام بماند، با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. بقای حکومت وحدت ملی در سال 2016 یک آزمون مهم تلقی می شود و حکومت برای نجات خود باید در برابر اقتصاد در حال رکود، میزان بلند بیکاری، تشدید فعالیت‌های شورشیان و فضای سیاسی شکننده که فاصله مردم با حکومت را بیشتر می‌سازد، مبارزه کند. پرسش اصلی این است که این چالش‌ها تا چه اندازه برای حیات سیاسی کشور خطرناکند. سازمان ملل در 5 مورد گفته، واقعا چالش برانگیز است برای دولت افغانستان، برای ملت، برای مردم. دولت وظیفه داره و باید هم باشه با نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نیروهای سالم اندیشی که در کشور است همسو شوه و علیه فساد مبارزه کنه. آقای هایسم در کنار این موانع فساد اداری را از چالش های دیگر در برابر حکومت وحدت ملی دانسته که حکومت به گونه قاطع با این پدیده مبارزه کند. بقای حکومت افغانستان به معنای تعامل فعال با آزمون‌های موجود می باشد. زیرا برای جلوگیری از پیامدهای شدید، حکومت وحدت ملی باید به تمام این چالش‌ها رسیدگی کند. ما به این باور هستیم که جدیدترین تهدید امروز به نظامی که در افغانستان روی کار است، فساد است. به خاطر از اینکه فساد تمام سکتورها را تحت تاثیر آورده، اگر از سکتور عایداتی بگیریم، ما می‌بینیم که فعلاً 70% بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه. کسب حمایت مالی جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان از دیگر موارد مهم است تا رهبران بلند رتبه سیاسی این کشور بتوانند تعهدات جدید جهانی را در نشست وارسا و بروکسل به دست آورد. بدون کمک خارجی‌ها هیچ امکان نداره که ما فساد اداری را از بین ببریم، ما ناامنی‌ها را از بین ببریم، ما اقتصاد مردم را بلند ببریم. اما در اینجا که حکومت وقتی که به وجود آمده با تعهد و با دستاورد و پلان خارجی‌ها به وجود آمده، اما باید خارجی‌ها تا آخرین قدرت این حکومت همکاری بکنن و از این حکومت حمایت و پشتیبانی بکنن. هرچند نماینده سازمان ملل متحد یک فصل شدید جنگی را در افغانستان پیش بینی کرده است، اما دستیابی به صلح ثبات را اصل حیاتی برای حفظ دستاوردهای کشور می‌داند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است پاکستان بارها تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است و افزوده است در حالی که تلاش‌ها برای صلح با طالبان ادامه دارد، اما نقض تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان تأثیر منفی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. از سوی هم برخی اعضای مجلس نمایندگان ادامه این قانون شکنی‌ها را از سوی پاکستان به شدت نکوهش کردند. گزارش احمد شکی و افغان را می‌بینید. ادامه نقض تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان بارها نگرانی مقام‌های بلندپایه کشور را برانگیخته است. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان از 56 مورد قانون شکنی مرزی پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان خبر داده است. او افزوده است که این کار سبب تیره‌تر شدن روابط دو کشور خواهد شد. در حالی که تلاش‌ها برای صلح با طالبان ادامه دارد،
قانون شکنی های مرزی و نقض تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان تاثیر منفی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. آقای سیقل از پاکستان خواسته است تا از ادامه این گونه قانون شکنی ها خودداری ورزد. از پاکستان می خواهیم که از ادامه این گونه قانون شکنی ها جلوگیری کند، زیرا از این پس چون این کار برای افغانستان قابل تحمل نیست. از سوی هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان با نگاهش این قانون شکنی ها از امریکا می خواهند بر پایان دادن به این قانون شکنی ها بر پاکستان فشار بیاورد. امریکا نو پیمان نو پایگاه نظامی در افغانستان ایجاد کرد خاطر شوروی، چین و خاطر ایران. به هدف استراتژیک خود تاریخ خود رسید. پلیسی صلح ناظر است. فشار سر پاکستان نمیاره، سر اسرائیل نمیاره. نگرانی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد مبنی بر نقض تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان در حال بیان می شود که پیش از این رئیس اجراییه کشور نیز ادامه راکت پراگنی های پاکستان را بر خاک افغانستان تحمل ناپذیر دانسته بود. آنود طالبانی که حاضر به انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند باید از پاکستان بیرون شوند. یک مقام پاکستانی که نخواستن نامی از او برده شود گفته است که طالبان در پاکستان حضور دارند و برها از آنان خواسته شده که در صورت عدم حضور در مذاکرات صلح باید پاکستان را ترک کنند. در همین حال نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی میگویند پاکستان با بیرون کردن طالبان از کشورش میخواهد تا از جامعه جهانی امتیاز گرفته و بر آنان بفهماند که این گروه اکنون در آنجا حضور ندارد. پس از آن که طالبان حاضر شدنشان را به میز گفتگوهای صلح افغانستان رد کردند، اکنون یک مقام پاکستانی که نخواستن نامی از وی برده شود گفته است که اسلام آباد با آن عده طالبانی که بین روند حاضر نمی شوند هشدار داده که در صورت نپیوستنشان باید پاکستان را ترک نمایند. پاکستان آنچه در توان داشت انجام داده است. درست است که ما بر طالبان نفوذ داریم، اما این به مفهوم کنترل ما بر طالبان نمی باشد. آن روزها دیگر گذشته است. ما به طالبان هشدار داده ایم در صورتی که اگر به میز گفتگوهای صلح حاضر نمی شوند باید پاکستان را ترک بگویند. آگاهان سیاسی بیرون کردن طالبان را از سوی پاکستان یک طرفاً برای گرفتن امتیاز از جهان و وانامید ساختن این کشور به نداشتن تسلط بر این گروه می داند. این باز هم یک نوع دیپلماسی قوی پاکستان است، اما باز هم سفری که دبیرکل ناتو در افغانستان، سرمنشین ناتو در افغانستان داشت، این بسیار یک گام مثبت میبینیم و این تغییر پالیسی دفتنی پاکستان هم بستگی به مدره. برخی از نمایندگان مجلس هشدار میدهند بیرون شدن رهبران طالبان از پاکستان فرصت خوبی برای کشورهای روسیه و ایران به خاطر پشتیبانی از این گروه برای مبارزه در برابر داعش که تهدیدی برای تهران و مسکو میباشد میپندارند. اگر طالب به قدرت میرسید همچنین تهدیدی بود که اگر داعش برسه فرقی نمیکنه. مگر طالب نبود که دیپلمات‌های ایران در مزار قتل عام کرد. طالب داعش فقط ورژنها فرمای مختلف از افراطیت است، اما در ماهیت خود اینا در یک جنگ ایدئولوژیک با بشریت برآمد. رویترز از نقل طالبان نگاشته است که این گروه چند پیش نشست را به هدف آمادگی برای حمله های بهاریشان در افغانستان برگزار کرده بود، اما سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید اصرار طالبان بر ادامه جنگ برای جامعه جهانی پذیرفتنی نبوده و این گروه از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در میدان نبرد نابود خواهند شد. یک چیز را باید برای طالبان روشن بسازیم که ادامه جنگ و خودداری از روند گفتگو قطعا پذیرفتنی نیست. ما به توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم تا طالبان بپذیرند که در میدان جنگ پیروز نشده و انگام مواجه با این نیروها به شدت سرکوب خواهند شد. با این همه قرار بود در هفته نخست ماه مارچ سال روان دور نخست گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شود که با پیش شرط گذاشتن طالبان برای حاضر شدنشان و رد پیشنهادها از سوی حکومت طالبان این نشست را نپذیرفتند. از این پس طالبان افغانی از اختر محمد منصور که پشتیبانی پاکستان را دارد اطاعت نمی نمایند. یک فرمانده ارشد گروه ملا اختر محمد منصور که در ولایت بادغیس فعالیت می کرد دیروز از بدنه طالبان شاخه ملا اختر محمد منصور جدا شد. این فرمانده می گوید کسانی که پشتیبانی آیسای را داشته باشند با آنان بنبرد می پردازد. در حالی که نخستین دور نشست روداری صلح طالبان با حکومت یک بسته است، اما این گروه به شاخه های گوناگون تقسیم شدند. با تازگی مالوی هوتک که در ولسوالی بالا مرغاب بادغیز حضور دارد از بدنه گروه اختر محمد منصور جدا شد. این فرمانده طالبان منصور رهبر تازه گمشته شده ایشان را مهره اساسی پاکستان در کشور می داند. خب کنید اقای رسولی پاکستان مزرندی
مولای هوتک میگوید در برابر اختر محمد منصور گروهش استادگی می نماید و هرگز وی و افرادش از آنان پیروی نخواهد کرد. وی میگوید هرگاه بزرگانشان به گفتگوهای صلح حکومت بپیوندند آنان از نتایج این گفتگوها پیروی می کنند. شریعت به جای کرد که هر چه آمده یاد زکر که در دولت خبره در از موش خبره نده در رهبران خبره ده زکر که در رهبران در شریعت به جای کرد که هر چه تغییر خلاصه ده و کداسی چه موش به دولت سر جوره و کفل به همه کسان تغییر خلاصه ده چه از موش در وطن خرمی و هر طور چیز موش رو ندی که وزبک دی که زراد دی که تحجیب دی. پس از گماشته شدن اختر محمد منصور به حیث رهبر تازه طالبان، این گروه به دو شاخه بزرگ و شاخه های کوچک دیگر تقسیم شدند. در چند هفته پس این چندین فرمانده طالبان در فرا، بادغیس و پکتیکا از بدنه گروه اختر محمد منصور جدا شدند و همکنون در برابر این گروه میرزمند. افزون بر این، طالبان در ولایت هرات نیز چند روز پیش درگیری های میان گروهی داشتند که نزدیک به 200 کشته و زخمی از دو طرف بر جا ماند. اگر از بریتانیا در گفتگوهای صلح دعوت شود، این کشور از نفوذش برای کشاندن نمایندگان کشورهای گوناگون از بحر همکاری به این روند استفاده خواهد کرد. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید با اندک تماسی که لندن با طالبان دارد میتواند با حضورش در نشست‌های چهار جانبه صلح افغانستان در این روند همکاری نماید. از سوی هم نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید طالبان آماده انجام مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نمی‌باشند. پیش از این مسکو، تهران و دهلی جدید تمایل نشان داده بودند که حاضرند در روند گفتگوهای چهار جانبه صلح افغانستان اشتراک نمایند. حالا لندن آماده شده تا با حضورش در نشست‌های چهار جانبه صلح از نفوذی که بر طالبان و پاکستان دارد با حکومت افغانستان همکاری نماید. ما با طالبان تماس های خیلی محدود داریم و نیز بریتانیا روابط بسیار محکمی با پاکستان دارد. اگر از سوی حکومت افغانستان برای ایفای نقش در این گفتگوها دعوت شویم خیلی خوشحال خواهیم شد تا بتوانیم نقش ویژه‌ای را انجام بدهیم، زیرا امنیت در افغانستان به سود کشورهای همسایه و منطقه است. نیکولاس هایسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در سخنرانی سالانه اش که در این سازمان سخن میزد گفته است که طالبان حاضر نیستند تا در گفتگوهای صلح افغانستان شرکت نمایند. مردم افغانستان خواهان صلحند و با آن نیاز دارند. هفته گذشته بار دیگر با دفتر سیاسی طالبان ملاقات کردم که صلح در افغانستان با گفتگوی بین الافغانی وابسته می باشد و طالبان باید در این مذاکرات سهم بگیرند. اما طالبان هنوز آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید با وجودی که اسلام آباد اعتراف کرده که رهبران طالبان در خاک پاکستانند، از همین رو باید در این روند صادقانه گام بردارند. برگزاری نشست چهار جانبه صلح در کابل و اسلام آباد نشان داد که همه برای یک راهکار را درست گام بر می‌دارند. هرچند طالبان هفته گذشته اعلام کردند که تمایل ندارند در روند گفتگوهای صلح افغانستان اشتراک کنند، اما مقام‌های پاکستانی آشکارا اعتراف کردند که رهبران و خانواده های طالبان در پاکستان زندگی می کنند و اکنون باید آن کشور صادقانه برای حاضر ساختن طالبان عمل کند. همزمان با این، شورای صلح و نجات افغانستان می گوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در منطقه باید کشورهای منطقه و جهان در روند گفتگوهای صلح افغانستان گام های صادقانه را بردارند. آیا فکر نمی کنند که این آتش جنگ در افغانستان محدود نمی ماند؟ حتما دروازه اینا را هم دخل باب خواهد کرد. با این همه، هرچند تا هنوز سرنوشت زمان گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به ادامه برگزاری نشست‌های چهار جانبه صلح مبهم است، اما رئیس جمهور غنی دیروز بار دیگر تاکید کرد که پیش از وقت است که روند گفتگوهای صلح را بی‌نتیجه بداند. آمریکا با حضورش در روند گفتگوهای صلح افغانستان در پی تامین اهداف راهبردی خود میباشد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با بیان این مطلب میگویند روند ترسیم نقشه راه برای رسیدن به صلح در کشور ناکام بوده است. شمار دیگر از این اعضا از وضعیت بد امنیتی در برخی از ولایت‌های کشور خبر می‌دهد. جزئیات از امید دولت‌زاده. مشخص نبودن زمان گفتگوهای صلح رودرو با طالبان نگرانی های اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است. با این حال شماری از این نمایندگان مجلس آمریکا را با داشتن هدف صلح در روند گفتگوهای صلح کشور متهم می کنند.
آمریکا نو پیمان نو پایگاه نظامی در افغانستان ایجاد کرد خاطر شوروی چین و خاطر ایران به هدف استراتژیک خود تاریخ خود رسید. پروسی صلح ناظر است، فشار سر پاکستان نمیاره، سر اسرائیل نمیاره. برخی دیگر از این اعضا به این باورند که نشست های چهار جانبه صلح کشور بی نتیجه است. دولت افغانستان اعلام کردند که ما نقشه راه را به توافق رسیدیم، اما مردم افغانستان و خانه ملت، مردم نمایندگان مردم از این نقشه راه و مکانیزم صلح اطلاع ندارند. ما نمیدانیم چیه پشت پرده چی میگذرد. اما برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان از سقوط برخی از ولسوالی های کشور خبر داده و میگویند در صورتی که حکومت در این زمینه توجه نکند، سال پیش رو بدترین سال برای شهروندان کشور خواهد بود. د هلمند د خانشین ولسوالی پرون رئیس اغم د طالبانو سره ده. در صورتی که به وضعیت امنیتی ولایت غزنی توجه نشود، ممکنه ولایت غزنی تبدیل شود به یک قندوز دیگر. دویش به مخت در روزگان ولایت جراوت ولسوالی کی دوت سنوشت نفر و دو پولیس به شهادت ورسیدن. در واسه پره ملی نیدر اطول داد صلح پرچمداران ولی ورکتی، داد صلح شورات داروپی ولی ورکوی. این در حال است که اعضای شورای ملی همواره تاکید کردند که حکومت باید در پهلوی ادامه روند گفتگوهای صلح آماده نبرد با هراس افغانان نیز باشد. در ترکیب تازه کمیته گزینش به شرط کسان گماشته شدند که در گذشته نیز همین افراد کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش کرده بودند. نگرانی‌های یک عضو پیشین کمیته گزینش و مسئولان نهادهای ناظر بر انتخابات این است که با وابستگی اعضای کنونی کمیته گزینش به مقام‌های حکومتی، احتمال آن می‌رود که در گزینش کمیشنران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی سلیقه‌ای برخورد شده و بار دیگر انتخابات‌ها به بحران کشانیده شود. محرم‌علی مرادی گزارش می‌دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی، فضل هادی مسلمیار و سیما سمر از اعضای تازه کمیته گزینش کسانی هستند که در کمیته گزینش پیشین نیز حضور داشتند. کمیته ای که کمیشنران کنونی کمیسیون های انتخاباتی نتیجه گزینش آنان بوده است. با بحرانی شدن انتخابات گذشته، اکنون بیم آن می رود که باری دیگر در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به گونه سیاسی و حکومتی برخورد نشود. حکومت په ډیر بې پروايي سره چلند کوي او تقریبا موږ د اصلاحاتو پر ځای بیرته شاته ځو، یعنی موږ تقریبا هماغه تجربه تکرار وو چې په تېر کې تکرار شوی وه یا تجربه شوی وه. نو دلته موږ اصلاحات نسو ویلی و تقریبا هماغه ګام دی چې بیا هم تر اخیستل کېږي او دا به نور هم دغه بحث او زمینه د سیاسي کړنو لپاره د تقسیماتو او د سهم اخیستنې فرصت برابر کړي. گزینش اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی نقش تعیین کننده در سرنوشت انتخابات های آینده دارد، اما این هراس وجود دارد که راهیابی این مقام های بلندپایه و با نفوذ که روابط نزدیک با رهبران حکومت وحدت ملی دارند، سرنوشت کمیسیون ها را به سود خود و یا حکومت تغییر ندهند. ما می دانیم که امی دو عالی جناب در کمیته گزینش قبلی هم حضور داشتند و همین کمیشنرهایی که در دو کمیسیون حضور دارن اینا را اینمی جنابا انتخاب کرده بودن و همین رسوایی که در انتخابات به وجود آمد از همون کمیشنرهایی بود که همین دو عالی جناب در جمع کمیته گزینش همون زمان ایار انتخاب کرده بودن. از سوی دیگر برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند ساختار کنونی کمیته گزینش بیانگر آن است که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به خواسته حکومت گزینش خواهند شد. والو باندې غالی چی د کمیټې گزینش چې کوم نمونه انتخابیږي او د خپل خلک په کې داخلي بیا په خپل یو نفر انتخابي او بیا بار چې دیغه بیا پر کمیسیون د کمیټې د گزینش باندې اچي د کرځي ته په وخت کې عینن کار وسو. با آنکه آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور از اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی دانسته می‌شد، اما مسئولان نهادهای مشاهد بر انتخابات به این اولویت باورمند نیستند و حکومت را به وقت کشی برای عملی کردن اصلاحات انتخاباتی متهم می‌کنند. رویدادهای مهم از جهان را بعد از وقفه کوتاه دنبال کنید. باز هم خوش آمدید. مقام های بهداشت در یمن میگویند که در حمله جنگده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک بازار در ایالت حجه دست کم 41 تن کشته شدند.
بر بنیاد گزارش‌ها جنگدهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از چاش دیروز این بازار مزدحم را آماج موشک قرار داد که همچنان سبب زخمی شدن بیشتر از 75 تن دیگر گردید. و گفتن مقام‌های بهداشت کودکان و بانوان نیز مشمول کشته شدگان این حمله هستند. ایالت حجه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به حمایت از دولت یمن بر ضد آنان می‌جنگد. در نتیجه سقوط یک هواپیمای نظامی در اکوادور دست کم 22 تن کشته شدند. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور در پیام در توییتر خود ضمن فاجعه خواندن این حادثه نوشت که این هواپیما در منطقه آمازون این کشور سقوط کرده و تمام 22 سرنشین آن کشته شدند. 19 تن از سرنشینان هواپیما سربازان اکوادوری بودند که در یک تمرین پرتاب با فراشوت شرکت داشتند. مقام‌های این کشور در مورد علت سقوط این هواپیما چیزی نگفتند و اما از تلاش برای پیدا کردن جعبه سیاه آن خبر دادند. رای‌گیری‌های مقدماتی روز گذشته در 5 ایالت آمریکا برای گزینش نامزدان نهایی دو حزب در این کشور با پیشتازی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون پیگیری شد. 5 ایالت دیگر آمریکا دیروز در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور گواه رای‌گیری بود و نتایج نشان می‌دهد که دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون پیروزی‌های قطعی در ایالت بزرگ فلوریدا به دست آوردند. دیروز ایالت‌های اوهایو، فلوریدا، کارولینای شمالی، ایلینوی و میسوری رای‌گیری کردند. بعد از وقفه کوتاه بیننده خبرهای اقتصادی باشید. کمتر از 25% بانوان در روند تجارت در کشور نقش دارند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند با همکاری نهادهای جامعه جهانی و نهادهایی که در روند سرمایه گذاری و تجارت در کشور فعالیت دارند تلاش می‌ورزند فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و بازرگانی را برای بانوان فراهم کنند. در این حال بانوان با ابتکار در بخش سرمایه گذاری و بازرگانی از قانون‌های پیچیده و بی‌توجهی حکومت رنج می‌برند. نهاد تجارت مایه صلح به همکاری وزارت تجارت و صنایع امروز نشستی را به منظور ستایش از بانوان با ابتکار در بخش تجارت و توسعه سرمایه گذاری در وزارت تجارت و صنایع برگزار کرده بود. مسئولان وزارت تجارت و صنایع در این مراسم گفتند این وزارت به همکاری وزارت امور زنان و نهاد تجارت مایه صلح تلاش می‌ورزند زمینه های مناسب سرمایه گذاری و بازرگانی را برای بانوان در کشور فراهم کنند. خانم هایی که در تجارت دخیل هستند از اونم شکل سنتی براین به شکل مسلکی و کارهای تجارتی را پیش ببرند. در همین حال بانویی که برای نخستین بار زمینه آموزش و پرورش سیستم هوشمند را در کشور فراهم کرده بهترین تندیس نهاد تجارت مایه صلح را امروز به دست آورد. ما فکر می‌کنیم اگر بچه هم بقید فقط میشنه و زبان استاد خودش با چشم ببینه بتونه لمس بکنه بتونه داخل اون محیط خود قرار بده خیلی بهتر ذهنشینش میشه و مطالب یاد میگیره. از سوی هم مسئولان نهاد تجارت مایه صلح در کشور از همکاری وزارت تجارت و وزارت امور زنان راضی به نظر رسیده اما سیستم مالیات دهی و نبود قرضهای مناسب را مانع رشد بانوان در بخش تجارت و سرمایه گذاری در کشور می دانند. خانم های واقعا که واقعا لیاقت و شایستگیش دارند معرفی کنیم و به این برنامه ها به نمایشگاه های مختلف در کشورهای مختلف سفر می کنند و این برای منفعت مالی و معنویشان هر دوش سهم بسیار خوبی دارد. این در حال است که انجمن تجارت مایه صلح از سوی اینستیتوت اقتصادی بانوان شهر اوکلاهاما آمریکا پشتیبانی شده و هر سال زمینه آموزش 30 بانوی تجارت پیشه را در آمریکا فراهم می کند. و با عملی شدن یک استراتژی جدید فرصت‌های بیشتر کاری برای جوانان فراهم می‌شود. مسئولان انجمن قرضهای کوچک افغانستان می‌گویند هدف از عملی شدن این استراتژی دسترسی جوانان نیازمند افغان برای دریافت قرضها از نهادهای مالی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی کوچک می‌باشد. و گفته این نهاد از چند سال گذشته بدین سو از طریق این پروژه بیش از 9 میلیارد افغانی به گونه قرض در اختیار بیش از 4000 جوان قرار داده شده است. مسئولان انجمن قرضهای کوچک افغانستان میگویند برای جوانانی که دارای فعالیت‌های بازرگانی بوده و یا فکر و آینده ناب بازرگانی داشته باشند از طریق پروژه‌های قرضدهی زمینه توسعه آنها را در کشور فراهم می‌سازند. این پروژه که به همکاری امنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و پشتیبانی اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در افغانستان عملی می‌شود، هدف آن ایجاد اشتغال‌زایی، خودبسندگی جوانان و رشد اقتصاد خانواده‌ها دانسته شده است. این قرضه‌ها هدفش به ایجاد شغل است نه پول درآوردن توسط نهاد مالی. از سوی هم مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند با توجه بر اینکه در حال حاضر حکومت توانایی ایجاد فرصت‌های کاری را برای تمام جوانان در
کشور ندارد، این پروژه میتواند که هزاران فرصت شغلی را در بخش‌های گوناگون برای جوانان فراهم سازد. مون په درس کې کار کو چې څنګه وکړل شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو را وزړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دا سرمایه څخه ګټه واخلي چې خپل اندغه داخلي نهادونه ورته برابر کړي. دسترسی جوانان نیازمند به قرضهای کوچک و ایجاد زمینه‌های کاری برای آنان در حال مطرح می‌شود که در چند ماه پسین تعداد زیادی از جوانان کشور به دلیل بیکاری از طریق راه‌های پرخطر به کشورهای اروپایی رفتند. در ادامه نرخ اسعار. خبرهای ورزشی. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت به مساف سریلانکا برود. این بازی فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها ملی‌پوشان کرکت کشور در گروه الف با کشورهای سریلانکا، انگلستان، آفریقای جنوبی و وست اندیز هم گروه است. گفته است که تیم ملی کرکت هند میزبان در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها دیشب در برابر نیوزلند تن به شکست خورد. تیم‌های فوتبال اتلتیکو مادرید و منچستر سیتی به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا صعود کردند. در ادامه مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها دیشب تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در ضربات پنالتی هایند هون را از سر راه برداشت و راهی مرحله بعدی این رقابت‌ها شد. در دیگر بازی انجام شده دیشب این رقابت‌ها منچستر سیتی در برابر دینامو کیف مساوی کرد، اما با پیروزی در مرحله رفت در برابر این تیم جواز حضور به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد. و لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا با پیروزی تورنتو پیگیری شد. در دامه این رقابت‌ها که بامداد امروز با 6 دیدار برگزار شد، تیم بسکتبال تورنتو در یک جدال حساس و دیدنی با حساب 107-89 ملواکی باکس را به زانو درآورد. با پیشکش چگونگی وضعیت هوا از حضورتان مرخص می‌شویم. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار، شب خوش.